تا روزتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. پورمیرزایی هستم، مدرس زیست شناسی. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید، امیدوارم که اتفاقای خوبی این روزا براتون افتاده باشه و ایشالله که سالم و سلامت باشید در کنار خانوادتون و اینکه با رعایت اون به اصطلاح پروتکل هایی که میگن بتونید خیلی خوب و خیلی عادی زندگی کنید. خب بچه ها، من اول یک کم صحبت میکنم، اول یه حرفایی باهاتون میزنم، یه اتمام حجت هایی داریم، یه بحثایی رو با هم پیش میریم، بعد میریم سراغ درسمون و حالا نحوه ارائه کارمون هم با هم دیگه آشنا میشیم که چه جوری باید باشه و چه اتفاقایی باید بیفته. خب بچه ها، امسال اومدید سال 11 و امروز هم که روز اول مدارس بود، فکر میکنم که حالا به هر حال رفتید مدرسه. حالا اینکه چه جوری قراره برگزار شه واقعا هیچ کدوممون خبر نداریم. نیم ساعت این کلاس بودیم، 45 دقیقه اون کلاس بودیم و اتفاق خوبی به اون صورت نیفتاد. حالا یه بخشی رو میخوان حضوری برگزار کنن، یه بخشی رو میخوان آنلاین برگزار کنن. به هر حال هیچکی نمیدونه، هنوز هیچ کس هم نمیتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته. پس بهترین کار اینه که بیایم و به این کلاسایی که میدونیم منسجم سر وقت و تا آخر سال داره پیوسته شکل میگیره و برگزار میشه بهشون تکیه کنیم و با همین کلاس ها پیش بریم و ایشالله که کلاس های خیلی خوبی هم باشه و بتونیم نتیجه فوق‌العاده خوبی هم بگیریم. من قول میدم تمام تلاش هم بکنم، تمام انرژیمو بذارم. شما هم از اون ور باید قول بدید که بهترین بهره رو از این کلاس ببرید و ایشالله بتونیم از سال 11 ها اون نتیجه خیلی خوبی رو بگیریم. خب من یه صحبتی باهاتون بکنم بچه‌ها. ما درس زیست شناسی رو می‌خوایم با هم دیگه پیش ببریم. تو سال دهم یه زیست تقریبا قوی رو خوندی، حالا برای شما یکم زیست آسان‌تر شده بود. حالا به هر حال مثلا توی گوارش جذب هست شده بود، یه سری جانوری ها کمتر شده بودن، اما به هر حال زیست دهم زیستی بود که تکون میداد دانش آموز، زیستی بود که فصل گوارش، فصل تنفس، فصل قلب، فصل کلیه، به علاوه گیاهی های قوی داشت که توی دانش آموز حواست باید به اون سال دهم باشه. و من همینجا اولین جلسه دقایق اول کلاس قول میدم بهت که علاوه بر سال 11 که داریم، سال دهم رو هم با هم دیگه مرور داشته باشیم. فصلای زیادش رو، فصلای سختش رو، مثل گوارش، مثل قبل یا گیاهیش رو که به هر حال میدونم افتاد تو اون برهه‌ای که دیگه کرونا شروع شد و خیلی از دانش آموزایی که دهم بودن با گیاهی زیاد ارتباط برقرار نکردن. من قول میدم که سال دهمتون رو قطعاً لابلای این 11 مرور کنم. اما بریم سراغ سال 11. شما تو سال 11 حتما دیدید، قطعاً کتابی دیدید، حالا به هر حال میدونید که با دستگاه عصبی شروع میشه، میدونید که به حواس میرسه، بعدش به حرکت ماهیچه استخوان رو میاد تحلیل میکنه، در نهایت فصل 4 تنظیم شیمیایی یا همون هورمون ها، فصل 5 ایمنی و فصل 6 میرسه به تقسیم یاخته که یک پایه ای از ژنتیکی است که تو سال 12 تکمیل میشه. تو فصل 7 شما تولید مثل رو میخونی، فصل پرقدرت، فصل سختی که خیلی جذابه برای طراح کنکور، و فصل 8 و 9 تون گیاهی است که این گیاهی از گیاهی سال 10 آسون‌تره و همونجوری که قول دادم وقتی میخوام گیاهی رو شروع کنم از گیاهی سال 10 شروع میکنم، گیاهی سال 10 رو کامل میکنم، بعد گیاهی 11 رو میگم که یه پک گیاهی با هم جمع کنیم و دیگه دردسری هم نداشته باشیم. خب ادامه صحبت هم میخوام اینجوری پیش ببرم بچه ها. شما سال بعد یعنی کنکور 1401 قراره که کنکور بدید. به هر حال کنکور 99 به ما یه چیزی رو ثابت کرد. من قاطعانه دارم میگم کنکور به سمت سخت شدن داره میره، نمیخوام بترسونمتون، ولی ببینید 99 به هر حال اولین بازخورد سخت کنکور نظام جدید بود. تو 98 برگزار شد، 98 چون طراح تجربه خاصی نداشتم به نوعی گذروندن کنکور، ولی توی 99 سوالا وحشتناک جوندار شد. یعنی حالا تو درسای عمومی ادبیات و زبان و اینا که درسای سختی بود، ادبیاتش خیلی سخت بود، تو درسای اختصاصی ریاضی و فیزیک و شیمی که سخت بودن، اصلا شیمی واقعا سخت بود و خیلی خیلی زیاد اومده بود و راجبه حالا حل مسائل و محاسباتی صحبت کردم که قطعا میدونم آقای طاهری اینجا خیلی روی این قضیه کار میکنه. اما درس زیست شناسیش هم وقتی نگاه میکردی سوالای آسونی نداشت. درس زیستش هم
جزء کنکورهای سخت زیست شناسی بود، یعنی اگر همه کنکورها رو کنار هم میذاشی کنکور سختی بود. و این کنکور به ما اینجوری میاد نشون میده که خانم دانش آموز، آقای دانش آموز، حواست باشه اگر که اومدی تجربی، اگر که اومدی بری دندون پزشکی، داروسازی و پزشکی، باید با سواد بار بیای. با سواد یعنی چی؟ یعنی تسلط زیاد، یعنی سرعت زیاد، یعنی مدیریت کردن همه اون جوانب، یعنی کسی که مفهوم رو یاد گرفته نه اینکه حفظ کرده. اینا میشه یه آدم باسوادی که 50 تا تست زیست رو باید تقریبا توی 35 دقیقه 40 دقیقه بزنه و اون مدیریت کردن واقعا هنر میخواد. پس چه خوبه که از سال 11 هم اینو شروع کنی، چه خوبه که از همین امسال بیای تست زدن رو یاد بگیری، بیای کنکوری خوندن رو یاد بگیری، بیای ترکیبات رو یاد بگیری که توی سال بعدت که سال 12 خیالت از بابت 11 راحت باشه به نوعی و به 12 برسی و 11 تو مرور کنی. پس نگو به خودت که 11 هم حالا یه سال وقت دارم، نه، بیا از همین امروز استارت بزن. فکر کن خرداد ماه کنکور داری و بیا بتره کن. خیلی روک و پوسکنده، کنکور کنکور سختی قراره بشه قطعا، رقیبای سرسختی هن. تو هم میتونی تو این مسابقه خیلی قوی باشی و جزء رتبه هایی باشی که به اون هدفت میرسی. خب این صحبت هایی بود که من انجام دادم و اول هر کلاس این صحبت ها رو میگم. اما بریم سراغ نحوه تدریسمون. بچه ها من یه تخته نوشتی دارم به عنوان یک صفحه سفید، تخته رو اول می نویسم به عنوان حالا اون معرفی درسمون به علاوه نکته های ریزش. یه جزوه فوق‌العاده کامل داریم، یعنی جزوهی که من در اختیارتون قرار میدم 100% جزوه کنکورمه و نکته ها و ترکیبات خیلی زیادی داره که روی جزوه حتما ما هم دیگه خیلی زیاد کار میکنیم. ازتون تکرار توی کلاس میخوام، توی همین صفحه چت ازتون به اصطلاح تکلیف میخوام. خیلی موقعا میپرسیم از هم دیگه و میخوایم یه کاری کنیم توی این ساعتی که با هم دیگه هستیم از کلاسمون بهره کامل ببریم و این نیازمند همکاری است که شما هم با من باید داشته باشید و با هم دیگه بتره کنیم دیگه. دیگه در نهایت اینو میخوام خدمتتون بگم. خب بچه ها من قلمو بردارم و شروع کنم به نوشتن تا ببینیم چه اتفاقهایی خواهد افتاد. خب شما هم با من تخته رو بنویسید، بعد میریم رو صفحه‌ای که جزوه هست و با هم دیگه کار خواهیم کرد. بچه ها همه پای تخته رو نگاه کنن. من یک تیتری نوشتم به اسم بافت‌شناسی و زیر بافت‌شناسی برای تأکید میکنم که این بافت‌شناسی شاهراه زیسته. چرا میگم شاهراه زیسته؟ خوب دقت کن، خوب به صحبتام گوش بده و در نهایت بیایم درک کنیم. من دوباره در مرورهای سال دوم این بافت‌شناسی رو بهتون میگم. بذارید ببینم بچه ها چی میگن. ریحان خانم، من میگم کتاب کمک درسی چی بگیرید؟ نشولگو رو معرفی میکنم، آخر کلاس راجع به صحبت میکنم. بله بهار صفار، بله جزوه توی آموزشگاه هست، فکر می‌کنم لینکش هم در اختیارتون قرار میدن که بیاید بگیرید. خانم خوب گوش بدید، کنکور 99 خیلی سوال از سال 11 هم داشت. برید نگاه کنید، مثلا از هورمونا داشت، از ایمنی سوال داشت، از چش سوال داشت، بنابراین طراح علاقه زیادی به سال 11 هم نشون میداد. ولی شما وقتی میخوای تست کنکور بزنی، تست کنکور به هر حال ترکیبی میاد و من و تو این ترکیبات رو باید در نهایت بستش بدیم به بافت‌شناسی. آقا منظورم چی؟ خوب گوش بده. شما تو سال دهم گوارش رو شروع میکنی. گوارش لایه لایه است، بیرونی پیوندی، زیر مخاطی، مثلا ماهیچه‌ای، زیر مخاطی، مخاطی، مثلا این
میشه لایه‌های لوله گوارش. تنفس رو شروع می‌کنی فصل 3 سال 10. وقتی تنفس رو شروع می‌کنی دوباره مثلا قوبک میگه بیرونیش سنگ فرشی ساده است، یاخته‌های پوششی ترشح کننده سورفاکتانت داره، در نهایت مثلا ماکروفاژ هم داره. دوباره میای توی قلب میگه کیسه قلب مثلا بافت پیوندی داره، پوششی داره، چربی هم توش دیده میشه، میوکارد مایچه است، داخلی هم آندوکارده که سنگ فرشی. میای تو کلیه، اطراف کلیه بافت چربی داره، نوعی بافت پیوندی، کپسول کلیه رو نشون میده. میای تو سال 11 هم دستگاه عصبی رو میخونی، میای تو سال 11 هم حواس رو میخونی، چشم و گوش و بینی و زبان. میای فصل 3 ماهیچه رو میخونی، اسکلت رو میخونی، فصل 4 هورمون و غده رو میخونی، فصل 5 ایمنی رو میخونی. بچه ها سال 10 و 11 به عنوان فیزیولوژی های کنکور مطرح میشه، به عنوان آناتومی های کنکور مطرح میشه، یعنی شما داری ساختار رو میشناسی و وقتی تست ترکیبی از اینا میاد جواب دادن این تستا مستلزم بافشناسیه، یعنی طرح هر چیزی رو میتونه به بافشناسی ربط بده. بچه ها پس شما باید روی بافشناسی اصولا فوق العاده زیاد مسلط باشید، باید توی بافشناسی به قدری قوی باشی که هر تستی رو که بخوان ترکیب کنن شما سریع بگی این شبیه اینه، این به همانند اینه، این برخلاف اینه، که دیگه جا نمونی از تستا. حالا بیا بافتا رو یه دور با هم دیگه مرور میکنیم. من یه جایی هم سریع میگم بچه ها، گفتم اینا رو دوباره براتون تکرار میکنم ولی الان میخوام سریع ازش بگذرم و ببینیم چی شد. بچه ها ما توی بافشناسی یک بافت پوششی رو با هم دیگه خوندیم، بافت پوششی که بر مبنای ظاهرش میشد سنگ فرشی، میشد مکعبی و میشد استوانه‌ای. اگر یاد باشه سنگ فرشی ها شبیه سنگ فرش بودن، مکعبی ها شبیه مکعب بودن و استوانه‌ای هم شبیه استوانه که بزرگترین بودن. مثلا میومدی میگفتی سنگ فرشی تکلایه دارم، تکلایه بر چه مبنایی بود؟ بر مبنای تبادل بود، جایی که مبادله میخواست انجام بگیره بافت پوششی سنگ فرشی تکلایه میشد، بافت مکعبی تکلایه میشد، بافت استوانه‌ای تکلایه میشد و جایی که قرار بود نقش محافظت رو ایفا کنه که امسال هم خیلی راجبش میخونی بافت چند لایه یا مرکب میشد. خب پس اگر تک لایه بود بافت پوششی بر مبنای تبادل داره بررسی میشه، اگر چند لایه بود بر مبنای محافظت و اون استحکام داره بررسی میشه. پوششی سنگ فرشی تک لایه مثل رگ و موی رگمون، مثل ششمون که با هم دیگه خوندیم تو سال دهم. پوششی سنگ فرشی چند لایه مثل مریمون تو لوله گوارش، مثل دهانمون ابتدای لوله گوارش، مثل پوستمون ابتدای ایمنی و سیستم حفاظتی بدنمون که امسال تو فصل 5 میخونیم پوششی سنگ فرشی چند لایه بودن. اما بافت دوم اگر یادت باشه بافت مکعبی بود، مکعبی هایی که به هر حال تک لایه بررسی میشدن، درون نفرون توی کلیه‌مون بررسی میشدن، مثلا پیچ خورده نزدیک و پیچ خورده دور. بچه ها بافت های پوششی مکعبی بودن که اگر یادت باشه پیچ خورده نزدیک شکل کتابمون بود و تست کنکورمون که پرز داشت، هر جایی که پرز هست بازجذب بیشتر، از اونجا بازجذب خیلی بیشتر داشت انجام میگرفت. اما پوششی استوانه‌ای، پوششی استوانه‌ای همیشه یادت باشه به عنوان یه نکته، چون بزرگه تک لایه دیده میشه، اصلا استوانه‌ای چند لایه نداریم. بچه پوششی استوانه‌ای تک لایه هم میتونست موجک داشته باشه هم میتونست موجک نداشته باشه. اگر استوانه‌ای موجک دار میدیدی در مجاری تنفس بود، مثل نای، مثل نایجه، مثل نایجک ها. اگر استوانه‌ای بدون موجک میدیدی در لوله گوارش توی معده و روده بود، که تازه میگفتیم روده استوانه‌ای بدون موجک پرز داره، که اینجا هم بافتای پوششی رو میمدیم بررسی میکردیم. اما دومین قسمت قضیه بافتای پوششی بر مبنای عمل کردشون بودن، غده تعریف میشد، مثل دهان، مثل معده، مثل روده، از خودشون ترشح داشتن که اگر ترشحاتشون به خون میریخت میشدن در اون ریز و اگر ترشحاتشون به خون نمیریخت به لوله یا مجرا میریخت میشدن برون ریز، که امسال در فصل تنظیم شیمیایی فصل 4 مون خیلی زیاد راجبش صحبت میکنه. بافت پوششی همیشه یک غشای پایه داشت، یک گلیکوپروتئینی بود که پروتئین‌های رشته‌ای و پلی‌ساکاریدهای چسبناک داشت و در نهایت هم بافت پوششی رو کنار هم قرار می‌داد، هم باعث می‌شد بافت پوششی به بافت زیریش که معمولاً پیوندی سست بود اتصال پیدا کنه. این میشه بافت پوششی، حالا مخاطم دیگه کاری نداره. اما بریم سراغ دومیش. دومی راجع به
بافت پیوندی صحبت میکنه، بافتی که بچه ها فضای بین سلولیش زیاده در مقایسه با پوششی. بافت پیوندی وقتی بررسی میشه خانوما، بافت پیوندی سس رو بررسی میکنیم که ماده زمینه‌ای داشت، مواد معدنی مثل کلسیوم، رشته‌های کلاژن و بافت پوششی رو به ماهیچه زیری متصل میکرد. بافت پیوندی غضروف داشتیم در نوک بینی، در لاله گوش که کم کار کرد بودن، و بافتای پیوندی غضروفی به خاطر اینکه کارایشون پایینه و عمل کرده زیادی ندارن، میتوکندری یا راکیزه کمتری هم دارن که بعدن تو بحث ATP میگیم. سوم بافت پیوندی خون بود که یه گفتار داشتید در فصل 4 سال دهمتون، خون شامل پلاسما یا خونا و شامل سلای خونی میشد که حالا خون نقش استکامی هم نداشت. بعدی بافت پیوندی چربی بود، فوق‌العاده در کنکور و تست‌ها مهمه. چربی فضای بین سلولیش کمه، هسته‌ها به گوشه رانده شدن. بافت چربی ذخیره‌ای انرژی ذخیره می‌کنه، بافت چربی ضربه‌گیره، بافت چربی عایق. اگر یاد باشه مثلا میگفت دوره کلیه‌مون بافت چربیه، اگر من و تو رژیم سخت بگیریم چربی آبشه کلیه دچار افتادگی میشه، میزنای پیچ میخوره و فرد دچار نارسایی کلیه میشه. پس بافت چربی برامون خیلی باید مهم باشه که یک بافت پیوندیه. بعدی بافت استخوان بود، بازم پیوندی استخوان‌های دراز داریم بچه ها، مثل ساعد دست، مثل بازو، مثل ساق پا، مثل ران پا. استخوان‌های کوتاه داریم مثل مچ دستمون، استخوان‌های نامنظم داریم مثل ستون فقراتمون، و استخوان‌های پن داریم مثل جمجمه، جناق، لگنمون و کتفمون که اینا رو امسال تو فصل 3 میخونید و بدونیم استخون بافت پیوندیه. و در نهایت بافت پیوندی متراکم یا رشته‌ای رو میخوندیم که مثالش مثلا میشد زردپی یا ربات، که زردپی مثلا کار اتصال ماهیچه به استخوان و ربات کار اتصال استخوان به استخوان رو داشتن، انعطاف پذیر نبودن ولی مستحکم بودن. این 6 تا بافت پیوندی بود که باید خیلی جامع و خوب بلد باشیم، با تسلط روش کار کنیم چون خیلی تست ازش میاد. سومین بافتی که خوندیم و فوق‌العاده زیاد مورد نیازمونه بچه‌ها، بافت ماهیچه‌ایه. ماهیچه ها رو کتاب قشنگ توضیح نداده بود، عکس گذاشته بود. ما 3 دست ماهیچه داریم: ماهیچه صاف، ماهیچه قلبی و ماهیچه اسکلتی. بچه ماهیچه صاف ویژگی هاشو میگم، بعدنم میگم بنویسید، گفتم من اینا رو مرور میکنم، الان میخوام سریع برسم به عصبی دارم اینا رو میگم. ماهیچه صاف مخطط نبود، بخش تیرو روشن نداشت، به عنوان ماهیچه سفید مطرح میشد. ماهیچه صاف تکسته بود، ماهیچه صاف دوکی شکل بود، ماهیچه صاف انقباض آهسته داشت و عمل کرده ماهیچه صافمون عمل کرده غیر ارادی میاد مطرح میشه. بچه ها ماهیچه صاف در سراسر بدنمون وجود داره، هر جایی ماهیچه غیر ارادی بگو صافه. مثلا من میگم جسم مژگانی در چشم، بگو ماهیچه صافه. مثلا میگم بنداره مثلا انتهای مری، بگو صافه. بنداره انتهای معده صافه. همه اینا ماهیچه‌های صافی هستند که دست من و تو نیستن. دوم ماهیچه قلبی بود. قلب خب یه فرمانروایی جداست. قلب به عنوان ماهیچه‌ای مطرح میشه که ویژگی‌های منحصر به فرد خودشو داره بچه‌ها. ما نمیتونیم قلب رو جزء صاف یا جزء مخطط و اسکلتی در نظر بگیریم. قلب خودش مجزای ویژگی‌های مخصوص به خودش رو داره. قلب بخشای تیره و روشن داره، پس ماهیچه است مخطط. اما مخطط از نوع منشعبه، تو هم دیگه انشعاب پیدا کرده. ماهیچه‌های قلب و وقتی من و تو بررسی میکنیم اغلب، یعنی در خیلی از مواقع تک هسته‌ای میبینیمشون، ولی گاهی اوقات دو هسته‌ای هم دیده میشن. پس ماهیچه‌های قلب هم تک هسته‌ای هن هم دو هسته‌ای هن. ماهیچه‌های قلب و وقتی بررسی میکنی انقباض سریعه. پارسال خوندی یک دوره کامل قلب، یک دوره کامل کار قلب 0.8 ثانیه است، پس خیلی سریع دارن کار میکنن، انقباض سریع دارن برخلاف ماهیچه‌های صاف، ولی عملکردشون همانند ماهیچه‌های صاف چیه؟ غیر ارادیه. من به قلبم نمیتونم بگم الان دارم درس میدم نزن استراحت کن، نه، قلب من متناوب تو طول زندگیم داره میزنه. اما دسته سوم ماهیچه‌ها همون ماهیچه‌های عرف بدنه که من و تو میشناسیم. من وقتی بهت میگم ماهیچه یاد رون پات میفتی، یاد بازوت میفتی. اینا میشن ماهیچه‌های مخطط و اسکلتی. همانند ماهیچه قلبی بخشای تیره و روشن دارن و مخططن، ولی مثل ماهیچه قلبی مخطط و منشعب نیستن، مخطط و رشته‌ای هن، مخطط استوانه‌ای هن، مخطط موازی هن، همه اینا رو میگن از نوع رشته‌ای یا موازی. بچه ها
ماهیچه‌های اسکلتی ما ماهیچه هایی هستن که به صورت چند هسته دیده میشن. یعنی امسال که تو فصل 3 ماهیچه و تار ماهیچه رو دارم برات میکشم، میبینی که درون سیتوپلاسمش چندین هسته وجود داره. پس ماهیچه های صاف تک هسته، ماهیچه های قلبی یک یا دو هسته، ماهیچه های اسکلتی قطعاً چند هستن. انقباض خیلی سریعه، حتی از قلبی هم سریع بازومو سریع جمع و باز میکنم و در نهایت حرکات ماهیچه‌های اسکلتی ارادی است. اما در مواقعی که انعکاس بهش گفته میشه و تو این فصل عصبی 11 میخونیم، عمل کرده ماهیچه‌های اسکلتی غیر ارادی هم میشه. مثلا وقتی دست من به یه جسم داغی برخورد میکنه، من دستمو ناخودآگاه میکشم. خب این بازوم تا قبل این ارادی بود، ولی اینجا دیگه من به من فرصت فکر کردن نمیده. اینجا میشه چی؟ غیر ارادی، که به این اعمال میگن انعکاس. خب این سه تا بافت اولی بود که باید دانش آموز من خیلی خوب بلد باشه و قول دادم که کامل برات بررسیش کنم. اما بریم سراغ درس امسالمون، بریم سراغ فصل یک امسالمون. میخوایم بافت چهارم رو بخونیم به عنوان بافت عصبی، که این بافت عصبی متشکل یا تشکیل شده از بچه ها سلول‌های عصبی و تشکیل شده از سلول‌های غیر عصبی. پس یادت باشه ما یک ویژگی رو بیایم با هم دیگه کنار بیایم باهاش. می‌نویسم سلول بافت اینجا رو دقت کن. از کنار هم قرار گرفتن سلولا بافت تشکیل میشه، از کنار هم قرار گرفتن بافتا اندام تشکیل میشه. اندام ها کنار هم قرار میگیرن، دستگاه ها رو تشکیل میدن و دستگاه ها در کنار هم چی رو تشکیل میدن؟ بدن رو. سلول میاد بافت رو میسازه، مثل بافت ماهیچه‌ای، مثل بافت عصبی، مثل بافت پوششی. بافتا در کنار هم میان اندام رو میسازن، مثلا بافتای پوششی در کنار هم میان معده رو میسازن، میان روده رو میسازن، میان کبد رو میسازن. سلول پوششی مثلا روده و کبد پروتئینای مکمل میان به طور مثال. در کنار این کبد و روده و اینا میشن دستگاه، مثلا دستگاه گوارش، مثلا دستگاه تنفس، مثلا دستگاه گردش مواد. و از کنار هم قرار گرفتن این دستگاهایی که خوندی میاد یک بدن تشکیل میشه. حالا اینو نوشتم که بیام اینو بگم، بیام بگم که آقا بافت عصبی من و تو از سلول‌های عصبی و از سلول‌های غیر عصبی درست شده. این یادمون بمونه بچه‌ها، همیشه این یادمون بمونه که بافت عصبیمون از دو دسته سلول تشکیل شده. چرا دارم اینو هی تاکید میکنم؟ بچه‌ها به سلول‌های عصبی بافت عصبی، یه لحظه من این قلم رو عوض کنم، به سلول‌های عصبی بافت عصبی میگن نورون. یعنی تو از امروز به بعد یه کلمه ای رو میشنوی به اسم نورون. اما به سلولای غیر عصبی بافت عصبی میگن نوروگلیا یا سلولای پشتیبان. پس سلولهای عصبی و سلولهای غیر عصبی در کنار هم قرار میگیرن و یک بافت عصبی رو تشکیل میدن. حالا خوب دقت کن، سلولای عصبی یا نورونها تقسیم نمیشوند، ولی سلولای غیر عصبی یا نوروگلیاها تقسیم می شود. دانش آموز میگه آقا منظور چیه؟ خیلی خوب گوش بدید، خیلی خوب گوش بدید بچه ها. ما وقتی میایم مثلا یک فردی رو در نظر میگیریم که تصادف کرده و پاش قطع شده، یه فردی رو در نظر میگیریم که مثلا جبهه رفته بمب خورده مثلا پاش قطع شده، آیا جای اون رانی که قطع شده ماهیچه رون در میاره؟ نه به هیچ عنوان، تا آخر عمرش دیگه اون پا رفته، اون دست رفته. من الان سگ دستم بازومو مثلا گاز بگیره بکنه جاش بازو در میارم؟ نه. چرا نه؟ به خاطر اینکه سلول‌های ماهیچه مخطط من و تو، یه بار دیگه، سلول‌های ماهیچه مخطط و اسکلتی من و تو قدرت تقسیم نداره. یعنی وقتی تخریب شد، یعنی وقتی کنده شد، دیگه جاش ماهیچه جدید در نمیاد. تموم شد دیگه، قد شد رفت. پس سلولای ماهیچه‌ای تقسیم نمیشه. دوم،
فردی دستش قطع شده، شما به عنوان دکتر ارتوپد ان شاءالله جراح ارتوپد بشی، میای دستشو پیوند میزنی، دسته پیوند میخوره، دسته سر جاش قرار میگیره ولی تکون نمیخوره. من تو اصطلاح میگیم ایشون که دستش قطع شده اعصابش از بین رفته. خب آقا اعصابش از بین رفته درست، آقای دکتر، خانم دکتر، چرا وقتی وصل کردی اعصاب وصل نشدن؟ چرا؟ چون سلولهای عصبی یعنی نورون‌ها وقتی تخریب میشن دیگه تقسیم و دوباره سازی درونشون دیده نمیشه. پس یادت باشه نورون‌ها یا سلول‌های عصبی وقتی تخریب بشن، وقتی از بین برن، دیگه تقسیم نمیشن و جایگزین ندارن. به خاطر همون اون دسته است ولی تکون نمیخوره، میگیم عصبش قطع شد و تموم شد. پس یادت باشه تو فصل 6 سال 11 ما میخونیم سلول‌های مایچه‌مون و سلول‌های عصبیمون یعنی نورون‌ها پس از تخریب دیگه تقسیم نمیشن، یعنی جاشون دیگه هیچی در نمیاد. اما نوروگلیه ها میتونن تقسیم بشن، نوروگلیه ها یا سلای پشتیبان، سلای غیر عصبی هستن که تقسیم میشون. خب یه دور بیایم تو صفحه چت با هم دیگه مرور کنیم ببینیم چی میخوام بگم. همه به من بگم ببینم 4 دسته بافت اصلی کیا بودن. لطفا توی چت بنویس ببینم حواست به درس بوده یا نه. 4 دسته بافت اصلی رو بنویسید بچه ها. آفرین آفرین زینب. بقیه هم بنویسن. میدونم چت سخت ها، من همیشه تو این کلاس هم میگم، ولی مرسی ریحانه، شما همیشه چت میکنید. به هر حال پوششی، پیوندی، مایچه‌ای، عصبی. خب مرسی مشکات، مرسی خانم ملوک، مرسی نگار، آفرین آفرین که حواس هست. سوال دومم اینه اگر بخوام بافت عصبی رو بررسی کنم، بافت عصبی من به چند دست سلول تقسیم میشه؟ همه بنویسم ببینم. آفرین، به 2 دسته سلول عصبی و غیر عصبی تقسیم میشه یا مجزا میشه. سوال بعدی تست کنکور 92 بوده، همه جواب بدم ببینم. یکی از گزینه‌هاش این بود، از این تستای سعی غلطی بود، میگفت بافت عصبی تقسیم نمیشود. درسته یا غلطه؟ بگو درسته یا غلطه. غلطه، درسته، غلطه، غلطه. بقیه هم اظهار نظر کنن. خانم آتریسا دیگه، سحر اصلانی، سفدا، غلطه. اونایی که میگن غلطه جواب رو دارن درست میگن. بچه ها بافت عصبی تقسیم نمیشود جمله غلطیه. بافت عصبی شامل سلول عصبی و سلول غیر عصبیه. خیلی خوب گوش بده، سلول عصبی از بافت عصبی تقسیم نمیشه ولی سلول غیر عصبی از بافت عصبی تقسیم میشه. پس بافت عصبی به واسطه سلولای غیر عصبیش میتواند تقسیم بشود. پس حواست باشه که بافت عصبی تقسیم میشه ولی سلول عصبی تقسیم نمیشه. خیلی حواستون به این نکته باشه. خب بعد از اینکه اینا رو یاد گرفتیم بریم صفحه بعد خانوما، بریم سلول عصبی یا نورون ها رو با هم دیگه بخونیم. اجازه بدید من بنویسم و در نهایتش با هم دیگه کار کنیم.
خب بچه ها میخوایم یک نورون رو با هم دیگه بررسی کنیم. بذارید ببینم سوال پرسیده. بله بله نگار خانم جزوه آماده است. بذارید یه لحظه من اینجا نشونتون بدم این جزوه مونه. بچه ها یه لحظه، این جزوه مونه، جزوه در اختیار آموزشگاه هم هست، براتون هم آماده کردن. هر وقت که خواستید بیاید بگیرید. فقط این تختهایی که من مینویسم بنویسید، در نهایتش با جزوه تکمیل میکنیم کارو. خب همه دقت کنن، حواسا با من. میخوایم سلولهای عصبی که تقسیم نمیشن به نام نورون رو با هم دیگه کار کنیم و بخونیم. بچه ها نورون ها شامل سه قسمت هست. یعنی وقتی شما نورون ها رو در تست های کنکور در امتحاناتون دارید بررسی میکنید، از سه قسمت خارج نیست. نورون شامل دندریت یا دارینه، حالا بعضی جا من میگم دندریت چون تو نظام قدیم بهش میگفتن دندریت، تو نظام جدید شده دندریت و درستش هم دندریت. شامل دندریت یا دارینه است، شامل آکسون یا آس است و شامل جسم سلولی یا همون جسم یاخته‌ای. هر کدوم از اینا یه کار مجزایی انجام میدن. بچه وقتی داریم با هم دیگه به اصطلاح نورون رو بررسی میکنیم، بچه دارینه ها یا دندریت ها آورنده پیام به نورون یا جسم سلولی هست. یعنی پیامی رو که میگیرن دندریت ها میارن به جسم سلولی یا به درون نورون. خب جسم سلولی یا جسم یاخته‌ای به خاطر هسته‌ای که داره، به خاطر نمک هایی که داره، میتونه اینجا بچه ها تحلیل پیام رو انجام بده. یعنی راجع به پیامی که به نورون اومده میتونه تصمیم گیری کنه. وقتی تحلیلاتش انجام داد، پیام نباید توی نورون بمونه، که پیام باید به نورون بعدی بره، پیام باید به ماهیچه بره، پیام باید به غده بره. بنابراین اینجا آکسون دست به کار میشه و برنده پیام تحلیل شده از نورون به پایان آکسون و به بقیه یاخته هاست. بنابراین هر نورون سه قسمت داره، شامل دندریت که با آبیا کشیدم، شامل جسم یاخته‌ای که با قرمز کشیدم و شامل آکسون. دندریت ها پیام رو به نورون میارن، آورنده پیام هم. آکسون ها پیام رو از نورون میبرن به پایان آکسونی، برنده پیام هم. و جسم یاخته‌ای تحلیلگر یا پردازشگر پیام. اما اگر خوب تخته رو دقت کنی، جلوی دندریت ها نوشتم تعداد نامحدود، جلوی آکسونا نوشتم تعداد یک عدد. بچه ها خیلی این دوتا جمله مهمه تو تست حواستون باشه. ببین خانوم، وقتی مثلا بهت میگه نورونی شامل مثلا هزار زائده است، از اون هزار زائده یکیش آکسونه، بقیه زائده هایی که بیرون زدن چی هن؟ دندریت. پس حواست باشه تعداد دندریت ها رو من و تو تعیین نمیتونیم بکنیم، ولی تعداد آکسون رو با قاطعیت کامل میگیم چند عدده؟ یک عدد، و باید حواسمون به این یک عدده باشه. حالا من ازت سوال میپرسم، نورونی دارای 10 زائده میباشد، چند دندریت دارد؟ همه جواب بدم ببینم. آفرین، 9 تا دندریت داره. دقیقاً 9 تا دندریت داره. احسن، دو نفر جواب دادن. دوست دارم همتون تو کلاس شرکت کنید، چون اولش بهتون گفتم که این شرکت کردن خیلی مهمه. بله بچه ها گفتم نورونی دارای 10 زائده است. خب از این 10 زائده یکیش قطعا آکسونه، بقیه زائده ها میشن چی؟ دندریت ها. پس تعداد دندریت اصلا شمارشی نیست، ولی تعداد آکسون با قاطعیت یه دونه است. کسی راجع به این سوالی نداره؟ بچه ها دندریت و آکسون به هیچ عنوان هسته درونشون دیده نمیشه. دندریت و آکسون به هیچ عنوان به اصطلاح سنتز یا ساخته شدن چیزی درونش صورت نمیگیره، به خاطر اینکه هسته ندارن. اینا رشته ها یا زائده هایی هستن که از یه نورون میان بیرون. تمام سنتز ها، تمام تحلیل ها، تمام پردازش ها درون جسم یاخته ای صورت میگیره. از این به بعد دیگه این نکته رو حواست باشه. خب این تخته رو میخوام، ولی میرم تخته بعدی. نوروگلیا رو بهت معرفی میکنم. نوروگلیا رو که معرفی کردم، میام روی این تخته دوباره یک سری مطالب رو باید اضافه کنم. اجازه بدید من نوروگلیا یا به اصطلاح غیر عصبی ها رو بنویسم. Thank you.
خب بچه ها بریم سراغ ادامه ماجرا. نگاه کنیم با هم دیگه. ما وقتی داشتیم بررسی می کردیم می گفتیم که قسمت دوم بافت عصبی سلول های غیر عصبی هستن به اسم نوروگلیا یا پشتیبان. خب وقتی اینا اسمشون پشتیبانه یعنی دارن از یه چیزی پشتیبانی میکنن، یعنی دارن از یه چیزی حمایت میکنن. خوب دقت کن، برخی از نوروگلیا ها تغذیه میدن به نورون، قید برخی برای اون مهمه. برخی از نوروگلیا ها حفاظت میکنن از نورون، ساختار داربست تشکیل میدن. فرض کن قلم نورونه، دست من میشه داربست، انگار نورون رو درون یک قفس قرار میدن. نوروگلیا میان از نورون محافظت میکنن. برخی از نوروگلیا ها نقش دفاعی دارن. برخی از نوروگلیا در تنظیم محیط داخلی یک بافت عصبی نقش دارن. تنظیم محیط داخلی بافت عصبی چیه؟ یون سدیم Na، یون پتاسیم Ca. اینا رو در ادامه فصل میخونیم که چقدر در تولید یک پیام عصبی موثرن. بچه‌ها کی میاد اینا رو تنظیم میکنه؟ نوروگلیا میاد اینا رو تنظیم میکنه. نوروگلیا باعث میشه که اینا بتونن پتانسیل آرامش و عمل رو در یک سلول عصبی تشکیل بدن و در نهایت بچه ها برخی از نوروگلیا ساخت غلافی رو به عهده میگیرن به اسم غلاف میلین. غلاف میلین برای تازه است. غلاف میلین رو وقتی داری بررسی میکنی بچه ها اولا باید بگیم از جنس غشا. دانش آموز میگه آقا منظورت از جنس غشا بودن چیه؟ غشا یارت لایه های چی داشت بچه ها؟ فسفولیپیدی داشت. اگر یارت باشه غشا چی داشت؟ پروتئین داشت. بنابراین غلاف میلین از جنس غشایی که دارای لایه های فسفولیپیدی فراوانه. حالا غلاف میلین در نورون به صورت گسسته دیده میشه و سبب ساخت گره رانویه میشه. یعنی به اون گسستگی های غلاف میلین میگن گره رانویه. خوب نگاه کن، فرض کنیم یه دونه نورونه، این دندریتشه، اینجا یه دونه آکسون اومده پایین. این سبزا بچه ها میشن غلاف میلین. غلاف میلینی که نوروگلیا برای نورون ساخته، غلاف میلینی که به صورت گسسته داره دیده میشه و به صورت پیوسته نیست. اگر دقت کنی به هیچ عنوان اینا پیوسته نیستن. بین غلافهای میلین یه دره به وجود اومده، اینجا با قرمز نشون میدم. چرا؟ چون اینا گسسته بودن، پیوسته نبودن. به این دره هایی که بین غلاف میلین به وجود اومده میگن گره رانویه. بچه ها ممکنه برید مدرسه معلمتون بگه گره رانویه، رانویه کاملا غلطه ها. گره رانویه است. به گسستگی های بین غلاف میلین میگن گره رانویه. پس وقتی نوروگلیا رو دارم باهات بحث میکنم میگم نوروگلیا در تغذیه نورون نقش داره، نقش دفاعی داره، نقش محافظتی داره، تنظیم محیط داخلی یک سلول عصبی رو انجام میده، همون جایی که پتاسیم و سدیم جابجا میشن و در نهایت ساخت غلافی رو به عهده میگیره به اسم غلاف میلین که این غلاف میلین پیوسته نیست، گسسته است، که به گسستگیاش میگن چی بچه ها؟ میگن گره رانویه.
خب ریحان استاد زاهدایی که در انتهای آکسون زده بیرون مهم نیست، نه اونا پایانه ی آکسونیه که یک نکته ی راجبش مطرح میکنیم خانم ریحانه، میگیم که تعداد پایانه آکسون همیشه از تعداد خود نورون بیشتره. مثلا یه نورون ممکنه 5 تا 6 تا 10 تا 7 تا 3 تا 4 تا پایانه آکسونی داشته باشه، پس حواست باشه تعداد پایانه آکسون از تعداد نورون بیشتره، یعنی هر نورون چندین پایانه آکسونی داره. خب غلاف میلین رو یاد گرفتیم، من برم روی جزوه شکل غلاف رو نشون بدم، یه سری نکات رو بهتون بگم. هنگ کرده رفته ولی پخشش نمی کن. سیف میشه دیگه جان، این سفر رو میخوام. آها نه نه بالایی خب بچه ها رو جزوه رو نگاه کنیم با هم دیگه. فول اسکرین میشه؟ اینجا رو ببینید، سلولای عصبی نورون ها رو اومده نشون داده که حالا ویژگی هاشو میگم بهتون که خیلی هم نکته داره، حالا بعدن با هم دیگه کار میکنیم نکتهاش، الان شکلا برام مهمه. اینجا توی گوش و چشمه که بعدن توی فصل 3 میخونیم نکات ترکیبیشه. اینجا نورون ها رو نشون میده. نگاه کن. نورون میتونه دارای دندریت باشه، دارای جسم یاخته ای باشه و دارای آکسون. نورون میتونه دارای آکسون باشه، دارای دندریت باشه، این کلن آکسونه و دارای جسم یاخته این وسط، و به همین ترتیب انواع نورون ها اینجوری بررسی میشه که حالا بعدن چون میخوام انواع نورون ها رو دوباره بگم این تصویر برامون خیلی مهمه. اینجا اومدم تمام ویژگی ها رو توی نورون های سی حرکتی رابط براتون توی جدول گذاشتم. یه لحظه بچه ها من این شکل رو بیارم، یکم رفته پایین ده. اینجا نگاه کنی، من الان اومدم بهتون گفتم که نوروگلیا یا سلای پشتیبان و سلای غیر عصبی غلافی میسازن به اسم غلاف می. اگر خوب دقت کنی غلاف های میلین به هم دیگه پیوسته نیستن، گسستگی هایی بینشون به وجود اومده که به این گسستگی ها میگن چی بچه ها؟ گره رانویه. حالا یه شکل دیگر رو با هم دیگه نگاه کنیم که میخوام بهش برسم. اینجا نگاه کنید، بازم آکسون رو نشون داده، انتهای آکسون رو نشون داده، نورونی رو نشون داده که جسم یاخته ای اینجا داره، دندریت داره و آکسونی که از پایانه آکسون پیام عصبی میخواد خارج بشه. حالا خوب دقت کن به صحبتایی که میخوام بکنم، خیلی خوب دقت کن بچه ها. شما وقتی داشتید راجب نورون ها صحبت میکردید، راجب غلاف میلین و راجب گره رانویه یه چیزی رو خوندید، اما چرا غلاف میلین حضور داره؟ چرا گره رانویه حضور داره؟ اصلا اینا برای چی هستن؟
چرا اینا میان توی ساختار یک نورون تو دندریتش تو آکسونش شرکت میکنن؟ میخوایم راجع به این بحث کنیم و نکته مهم اینه. بچه من گفتم سلولای نوروگلیا یا سلولای غیر عصبی غلاف میلین رو میسازن. فرض کن یه نورونه. فرض کن من یه طرف نوروگلیا رو میگیرم، تو هم از اونجا یه طرف نوروگلیا رو میگیری، من ازت دور میشم، تو هم از من دور میشی. وقتی از هم دیگه داریم دور میشیم، این نوروگلیای نازک 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 و نازکتر میشه. حواست باشه خیلی نازک میشه، ولی تا جایی از هم دور میشیم که این نازک بودنه منجر به پاره شدن نوروگلیا نشه. این نوروگلیایی که من و تو کش آوردیم، این نوروگلیایی که نازک شده، این نوروگلیایی که الان از اون حالت پهنا به حالت خیلی باریک رفته، بهش میگن غلاف میلین. حالا که اینجوری شد، این غلاف میلین کشیده شده و نازک شده میاد به دور نورون میپیچه، میاد به دور آکسون یا به دور دندریت میپیچه. پس میتونم یه نتیجه بگیرم، نوروگلیا، نورون و غلاف میلینی که بین نوروگلیا و نورون داره به دور نورون‌ها پیچ میخوره. پس حواست باشه، نوروگلیا کش میاد، نازک میشه، غلاف میلینی رو میسازه که این غلاف به دور آکسون یا دندریت یک نورون میپیچه و دارای هستم هست که حالا بعداً توی یه سری شکلا بهتون نشون میدم. اما خوب به این صحبتی که الان میخوام بکنم دقت کن، خیلی مهمه، خیلی زیاد با هم دیگه میخوام یه مطلبی رو یاد بگیریم.